به نام خدای یکتای بی همتا، علم ساختار کشورها. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. و تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ترجمه: و در راه نیکوکاری و پرهیزگاری با همدیگر همکاری کنید و هرگز در راه گناه و تجاوز همکاری نکنید. گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتای بی همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خدا است. بار الها بر او، بر آل و اصحاب او و بر همه کسانی که تا به روز جزا از آنان به صورت درست پیروی نموده اند درود، رحمت، سلامتی و برکات نازل فرما. اما بعد، بدون تردید همه ملت ها با تمام توانایی و منابع دست داشتهشان برای ایجاد دولتی قوی، نیرومند و مستقر تلاش می کنند تا بتوانند به اهدافشان نائل آیند. و ساختار دولت علمی است نیازمند تجربه، درایت و آشنایی به احوال و چالش های فراراه دولتی که می سازند. میان فقه افراد و توده ها و فقه دولت و مدیریت کردن آن فرق بزرگی است، به ویژه در این جهان کنونی که با سرعت در حال تحول و تغییر است، طوری که جز زبان پیمان نامه ها و جناح‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را نمی داند. و این جهان را قواعد، قوانین و معاهدات بین المللی تنظیم و حاکمیت می کند که هیچ عاقلی نمی تواند آن را نادیده بگیرد، یا با آن تعامل نکند و یا خود را مطابق آنچه که واقعیت جاری دنیا تقاضا می کند آماده نسازد، چه برسد به کشورها. پس دولت است که حمایت، امنیت، اعتماد، استقرار و نظام است. دولت است که نهادها است. دولت است که ساختار فکری، سیاسی، اقتصادی، تنظیمی و تشریعی است. اگر دولت نباشد، جز هرج و مرج، جز چیزی دیگری نخواهد بود. و از مهمترین عوامل ساختار دولت، تقویت و حمایت نهاد ملی، اعلای حکم قانون، دولتی با دستور، با نظام و با عدالت می باشد. همه اینها نیازمند است تا افراد قوانین و نظامهای دولت را احترام داشته باشند و به قوانین و ضوابط ترافیک پایبند باشند و با رفتن در اتجاه عکسی یا با تیزرانی بیش از حد و یا با اعمال دیگری که تجاوز بر حق راه و بر حق مردم پنداشته می شود از این قوانین سرپیچی نکنند، تا مبادا باعث جان باختن خود یا جان باختن، جراحت یا تخویف دیگران شوند. خداوند متعال می فرماید، ترجمه: و با ترک انفاق خود را با دست خیش به هلاکت نیفکنید و نیکی کنید که الله نیکوکاران را دوست می دارد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز می فرماید: در اسلام ضرر و ضرار نیست. پس حفاظت از نظام و احترام آن بر ساختار دولت قوی و با استقرار کمک می کند، زیرا باید هر مجتمع دارای قواعد و مقررات بوده باشد تا رفتار افراد آن را تنظیم نماید و حقوق و حریات بشر را نگه بدارد و آنان را به ادای وجایب و مسئولیت‌هایشان وابدارد. و بدون احترام نظام، اعلای دولت قانونمند، نه کشورها استقرار می‌یابند و نه عدالت تأمین می‌گردد. براسته احترام قوانین و پایبندی به آن از مهمترین عوامل ساختار دولت می‌باشد، چون قانون هم شهروندان را حمایت می‌کند، زیرا بدون احترام قانون استقرار مجتمع متصور نیست. پس باید هر فرد در مجتمع مسئولیت خیش را به وجه احسن ادا نماید تا منفعت عمومی متحقق گردد که میوه آن را همه مجتمع می‌چیند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: همه شما مسئولید و هر یک از شما درباره زیر دستانش بازخواست می‌شوید. رهبر یا حاکم مسئول رعیت خود است، مرد مسئول خانواده اش، زن درباره خانواده شوهر و فرزندان او مسئولیت دارد و خدمتکار درباره اموال آقای خود و مسئولیتی که به او سپرده شده مسئول است. پس هر مجتمعی که با مسئولیت استوار باشد، مجتمعی متفق و منسجم می باشد. هر فرد این مجتمع نقش خود را می شناسد و دیگران را احترام می کند. پس ما چقدر نیازمند احترام نظام و التزام به قوانین هستیم.
تا حقوق یکدیگر را رعایت کنیم و میان ما عدالت حاکم شود و همه افراد مجتمع در نعمت امنیت، صلح و استقرار زندگی کند و کشور خود را در میان دیگر کشورها به جایگاهی ببینیم که مناسب حال آن است. و برخی از عوامل ساختار دولت ها ساختار اقتصادی آن است. پس این عامل از مهمترین و اساسی ترین پشتوانه های ساختار دولت است، طوری که دولت بدون آن ساخته نمی شود، چون اقتصاد قوی ممکن می سازد تا دولت وجایه منطقه‌ای و بین المللی خود را ادا نماید و برای شهروندان خود زندگی شرافتمندانه آماده بسازد. و هنگامی که اقتصاد ضعیف و ناتوان شود، فقر و بیماری منتشر می گردد، زندگی آشفته می شود، اخلاق فاسد می گردد، جرایم افزایش می یابد، برای دشمنانی که در کمین دولت ها نشسته اند، فرصت و زمینه دست درازی و صورت وسیع ایجاد می شود. و در نتیجه می توانند برای سقوط دادن آن تلاش کنند و باعث هرج و مرج بی پایان گردند. پس ملت هایی که ضروریات اساسی خود را تولید نمی کنند، و بار دوش دیگران می باشند، مالک سخن خود نیستند و هیچ استقلال و استقراری ندارند. داشتن اقتصاد قوی باعث می شود تا کشور میان دیگر کشورها با شرافت و عزت زندگی کند. بنابراین اسلام اهتمام بزرگی به مال داده است، چون مال ستون فقرات و شاهرگ اساسی زندگی است، طوری که زندگی بدون آن حرکت نمی نماید. و ساختار اقتصادی دولت نیازمند مهارت در کار و افزایش تولید است. پس هیچ ملت یا نهاد و یا خانواده بدون مهارت کاری و دقت در عمل به رنسانس و تقدم نمی رسد. مطلوب تنها کار کردن یا افزایش کار نیست، بلکه باید کار ماهرانه و دقیق بوده باشد و تولید با کیفیت و تولیدی با کیفیت افزایش یابد، که این امر نقش اساسی بر تقدم اقتصادی همه افراد و کشورها دارد. خداوند متعال ما را بر کار و تلاش در روی زمین تشویق نموده می فرماید. ترجمه. پس هنگامی که نماز پایان یافت، برای کسب رزق و روزی در زمین پراکنده شوید و از فضل الله طلب کنید و الله را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید. در آیت دیگری می فرماید، ترجمه، او کسی است که زمین را برای شما رام گردانید، پس در گوشه و نواحی آن راه بروید و از روزی او بخورید و بازگشت همه بسوی او است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم نان خوردن انسان از زحمت و دستاورد خود او را از بهترین غذا قرار داده می فرماید. هرگز کسی غذای بهتر از غذای دسترنج خودش نخورده است. و همانا پیامبر خدا حضرت داوود علیه السلام همیشه از دسترنج خود غذا می خورد. در حدیث دیگری می فرماید، کسی که روز را با خستگی کار شب نماید، در حال شب نموده است که گناهانش بخشیده شده است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره دعوت و تشویق به تولید چنین می فرماید، اگر قیامت در حالی برپا شود که در دست یکی از شما نهالی بوده باشد، پس اگر پیش از برخواستن بتواند آن را غرس نماید، باید آن را غرس کند. همچنین می فرماید، هر مسلمان درخت بکارت یا کشت و زراعتی را به ثمر برساند و انسان یا حیوان یا پرنده ای از آن بخورد، برای صاحبش صدقه محسوب می شود. پس با کار و تولید است که زمین آباد می گردد و کشورها ساخته می شوند و انسانها عزت و کرامتشان را حفظ می کنند. و برخی دیگری از عوامل ساختار کشورها، ساختار آگاهی فرهنگی، دینی، فکری و علمی می باشد. چون در حالت نبود یا ضعف آگاهی نمی شود در ساختار دولت قوی با استقرار و استقلال سهم گرفت. بنابراین باید آگاهی افراد مجتمع بالا برود و افزایش یابد و هر یک از افراد جامعه حقوق و وجایب خود را بشناسند. می شود نمونه آن را در تشکیل آگاهی، وجدان و رفتار همه افراد ملت از طریق تربیت اخلاقی، فرهنگی، مفید و مبارزه با جهالت و نادانی بیان نمود. بنابراین باید همه نهادهای دولت برای ایجاد آگاهی فرهنگی، دینی، فکری و علمی میان افراد جامعه با هم همدست و همکار شوند، تا مردم حجم چالش ها فراراه پیشرفتشان را درک کنند، تا برای مبارزه و رو در رویی با آن آماده شوند و با شایعات مبارزه کنند، تا آن را نابود سازند و در گهواره از ریشه بخوش کنند و با عقب دروغ ها، اکاذیب و شایعات مغرضانه که می خواهد به کشور ما آسیب برساند نروند، چون خداوند متعال می فرماید، ترجمه،
ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر شخص فاسقی خبری برای شما آورد، پس درباره آن بررسی و تحقیق کنید تا آنکه مبادا به گروهی از روی نادانی آسیب برسانید، آنگاه بر آنچه انجام داده اید پشیمان شوید. همچنین باید ما بیدار و آگاه باشیم و از دیگران پند بگیریم و از تجارب و خبرات زندگی بیاموزیم، زیرا خداوند متعال می فرماید، ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید، صلاح خود را برگیرید و آنگاه گروه گروه بیرون روید یا یک پارچه به سوی دشمن بیرون شوید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز می فرماید: نباید مسلمان از یک سوراخ دوبار گزیده شود. ما باید بدانیم که ساختن دولت و حفاظت از آن امانتی است که به دوش همه ما گذاشته شده است، هر کسی در مجال صحنه و کارش. و تأکید میکنیم که تا دست تخریبگران و ویرانگران کوتاه نشود، هیچ ساختاری به وجود نمی آید. شاعر می فرماید: چگونه آبادانی در یک روز کامل می شود وقتی تو می سازی و دیگران ویران می کنند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: برادرت را اگر ظالم است یا مظلوم کمک کن. مردی گفت: ای رسول خدا، اگر مظلوم باشد می شود آن را کمک کنم؟ به نظر شما اگر ظالم بود چگونه کمکش کنم؟ فرمود: او را از ظالم کردن باز بدار، این کمک تو برای او است. پس باید هر یک ما در حدود مسئولیت خیش دست کسانی را بگیریم که از صف وطن خارج شده یا به منفعت وطن زیان وارد می کند. پس باید پدر دست فرزند خود، برادر دست برادر خود و دوست دست دوست خود را بگیرد و نباید ما منفی‌گرا و غافل از اطراف خود بوده باشیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: تقلیدگران محض نباشید، طوری که بگویید اگر مردم نیکی کردند ما نیز نیکی میکنیم و اگر ستم کردند ما نیز ستم میکنیم، ولیکن به خود برگردید، اگر مردم نیکی کردند شما نیز خوبی کنید و اگر ظلم کردند شما ظلم نکنید. همچنین میفرماید: مثال کسانی که بر حدود خداوند استوار هستند و کسانی که در حدود خداوند واقع میشوند مانند ملتی هستند که بر کشتی سوار شدند، برخی در طبقه بالا و برخی دیگری در طبقه پایین آن قرار گرفتند و کسانی که در طبقه پایین بودند هرگاه به آب نیاز می داشتند بر کسانی که در طبقه بالا هستند می گذشتند. پس گفتند: اگر ما در نصیب خود ما از کشتی سوراخ ایجاد نماییم، برادران ما که در طبقه بالا هستند را اذیت نکرده ایم. پس اگر آنان به حال و کارشان گذاشته شوند همگی هلاک می شوند و اگر دست آنان گرفته شود هم آنان و هم دیگران همگی نجات می‌یابند. پس اینکه اگر انسان در نفس خود مصلح و نیکوکار باشد کفایت نمی‌کند، بلکه فقه این مرحله گذرا می‌خواهد تا ما از مرحله صلاح به مرحله اصلاح بگذریم، یعنی از مرحله خود اصلاحی به مرحله اصلاح دیگران برسیم، چون خداوند متعال می‌فرماید، ترجمه: در بسیاری از درگوشی و نجواهای شما خیری نیست، مگر که با این کار امر به صدقه دادن یا کاری نیک یا اصلاح در میان مردم کنید و هر کس برای خوشنودی الله چنین کند، به زودی پاداش بزرگی به او خواهیم داد. و در آیت دیگری می فرماید، ترجمه: و ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، پروردگارت چنین نبود که شهرها و آبادیها را به ظلم نابود کند، در حالی که اهل آن افراد شایسته و نیکوکار باشند. پس اصلاحکاری منهج پیامبران و فرستادگان الهی است و با این منهج کشورها ساخته می شوند و همبستگی، قوت، یکپارچگی و اتحاد آنها حفظ می گردد و با این منهج همه بشریت در صلح و صفا، بدون جنگ و درگیری، بدون خشونت و ارهاب و بالاخره بدون فسادکاری در روی زمین، بدون کشتار و تخریب زندگی می کنند. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است گواهی می دهم که نیست معبودی برحق جز الله یکتای بی همتا و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خدا است. دار خدایا بر او و بر آل و اصحاب او و بر همه کسانی که تا روز جزا از آنها به صورت درست پیروی کردند درود، رحمت، سلامتی و برکات نازل فرما. برادران مسلمان، و برخی از عوامل ساختار کشورها و حفاظت از آن ساختار اجتماعی است. همانا اسلام بر قوت و استحکام روابط اجتماعی میان افراد جامعه حریص بوده، همدستی و شفقت میان فرزندان مجتمع واحد و عدم آسیب رسانی به دیگران را در اولویت قرار داده است. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید:
ایمان یکی از شما کامل نمی شود مگر وقتی که به برادر خود آنچه را بپسندد که به خود می پسندد. و در حدیث دیگری می فرماید سوگند به الله ایمان نیاورده است، سوگند به الله ایمان نیاورده است، سوگند به الله ایمان نیاورده است. گفته شد چه کسی ای رسول خدا؟ فرمود کسی که همسایه اش از اذیت او در امان نباشد. همچنین فرمود با من ایمان نیاورده است کسی که شب را به شکم سیر سپری کند و همسایه اش در کنار او گرسنه باشد در حالی که او می داند. و برخی از مظاهر ساختار اجتماعی انسجام خانواده ها است، چون این انسجام کیان خانواده را حفظ می کند. پس خانواده نخستین خشتی است که ساختار مجتمع با آن تشکیل می شود و خانواده است که حمایت، رعایت و حفاظت از کودکان و نوجوانان را به عهده دارد و جسم و عقل آنان را تربیت می کند. و در سایه خانواده است که اساس محبت، صمیمیت، شفقت، انسجام با وجود می آید. و در آغوش خانواده، خانواده منسجم است که دوستی های نیک، سجایای عالی، خصلت های شریف رشد می کند و محبت و صمیمیت حاکم می گردد. مگر اینکه کار به این حد توقف نمی کند. افزون بر آن خانواده در قبال فرزندانش مسئولیت دارد. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید همین گناه برای انسان کافی است که عیال خود را ضایع بسازد. و چه ضایع ساختنی بزرگتر از این خواهد بود که فرزندان و جگرگوشه های خود را در معرض افکار یا گروه های گمراه کننده بگذاری بدون اینکه مسئولیت خود در قبال آنان را ادا کنی و آگاهی آنان بر مخاطر و چالش های موجود در اطراف ما را توصیه بخشی. همچنین باید همیشه مسئولیت آنان در قبال وطن را برایشان گوش زد کنیم، زیرا محبت وطن به میراث گرفته می شود. چنانچه احمد شوقی می گوید تا زنده ایم حمایتت می کنیم و تکمیل کردن آن را به فرزندان خود می سپاریم. ای مصر در خاک تو می میریم، طوری که در آن زنده شدیم جان ما فدایت تو زنده باشیم. و همچنین از عوامل ساختار دولت اعلای ارزش های اخلاقی و رفتاری می باشد. پس ملت ها و تمدن هایی که بر ارزش های اخلاقی استوار نباشند ملت ها و تمدن های ضعیف و شکننده می باشند، بلکه آنان عوامل سقوط خود را در اصل ساختارشان حمل می کنند. پس با اخلاق است که مسلمان در درجات عالی ایمان نائل می آید و میزان اعمال نیک سنگین می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید هیچ چیزی در روز قیامت در میزان اعمال بنده مسلمان سنگین تر از اخلاق نیکو نیست. همانا خداوند متعال از زشتکاری بی نزاکت نفرت دارد. و زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از بیشترین اعمالی که باعث دخول مردم به بهشت می شود پرسیده شد، فرمود تقوا، خوف خداوند و اخلاق نیکو است. پیامبر صلی الله علیه و سلم اخلاق را معیار کامل شدن یا ناقص بودن ایمان قرار داده است، طوری که می فرماید کامل ترین ایمان نصیب کسی است که اخلاق نیکو دارد. همانا اخلاق نیک صاحب خود را از ارتکاب کارهای زشت و ناپسند و سخنان خبیث و ایرانگر باز می دارد. چنانچه خداوند متعال می فرماید ترجمه و مثل کلمه خبیثه، شرک و گفتار پلید همچون درخت پلید و ناپاکی است که از زمین برکنده شده و هیچ قرار و ثباتی ندارد. از خداوند متعال می خواهیم تا ما را به اخلاق نیکو و گفتار درست هدایت کند و نعمت امنیت، صلح و استقرار را نصیب دائمی ما بگرداند و مصر و همه کشورهای دنیا را با اهل آن از هر بدی و زشتی حفظ نماید. السلام علیکم و رحمت الله.